اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشيطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام خدمت شما آرزوی قبولی طاعات و عبادات ان قبولی همه حاجت های شریعه شما در شب های قدر بحثی که بنده آماده کرده بودم برای شب های قدر متناسب با سه شب بود منتها خورده حالا در اون نسبت گیری ما درست نبود یا چطور شد حالا احساس کردم که هی اینا رو نگم اما این شب چهارمان بهش اضافه کردیم یعنی چهار شبی که برای سه شب قدره خب راجع به این صحبت کردیم خلاصه بخوام بگیم اینکه نیت بسیار بسیار ما یه محسن فعلی داریم یه حسن فعالی هم نیت باید خوب باشه هم کار خوب اجرا بشه اما نیتی که اساس عمله چند جد اولا وقتی ما چیزی فکر میکنیم مغز ما و روح ما آماده میشه برای انجام اون مغز در واقع رد عصبی میسازه و روح تمرکز پیدا میکنه رو داریم هم که میگن آقا به هر چیزی که فکر کنید ممکنه بهش برسید از اینجا تا تو این جدیدان میگن یه بحثای اینا البته خیلی درست نیست و انحرافیه با من قانون جذب قبلا راجع به این صحبت کردم که چه اشتباهات داره اون تا وقتی شما روی یه چیزی متمرکز دیگه توان مغزی و ذهنی خودت اونجا میذاری روح شما متوجه اونجا میشه خب یکیش پس اینه دو اینکه واقعا مبنای بسیاری از مسائل نیت نیت خالص باشه اصلا رو در عمل در از اول دی نبوده در عمل اشتباه بشه اما عمل اشتباه هم بشه خدا میپذیره یعنی من میدونم این نیتش این بود خیر بود پس خیلی راحت میشه آدم ثواب‌های اساسی برای خودش درست کنه یعنی فکر کن یه حساب های بانکی برای خودش درست کنه برای اون طرفش که عالی فقط یاد بگیره که مثلا طرف تو رد میشه گفتیم مثلا میگه من پول میدشم یتیم خونه میزدم یه روایت از امیرالمومنین میخونه می که آدم یتیم نوازی چقدر خوب این تعدیلش میچن خیلی کاش من پول می‌ذاشتم کار می کارو اما در همون حد هم یه کاری میکنه یعنی چی یعنی اثبات میکنه که یعنی در حد مثلا یه کمک مایه 20000 من از این طرح اکرام چی چیه برای ها بعضی از این ایتام میشه کمک بکنه میگه خب اینا قد همین قد هم از دستش برمیاد انجام داد پس طبعا اگر می‌دوش انجام میداد و خدا هم علیمون به ذات صدور خدا که این حسارهای مکانی زمانی که ما داریم که نداره که یعنی واقعا پول داشت انجام میداد واقعا اگه تاشرا بود می‌جنگید بعد برای همین ما باید ذهنمون رو آماده کنیم هی از این حرفا بزنیم انقدر از این حرفا بزنیم که این ملکه ذهن ما بشه خواست ما این بشه زیاد چیزو تکرار بکنید برای چی علم فستقل کن نقش به تو بچگی چون همون هم مغز هنوز به قول نو وقتی شما یه چیزی رو میخواید تو بچگی شما رو خیلی یه چیزی تشویق میکنید جهت میدید به زندگیون خیلی از ماها میگه آقا چرا این مسئله مثلا خوبی میگه معلم راهنمایی خوب بود یا چی شد آقا من معلم عربیم خوب بود اصلا معلم دینیم خوب دین که من خوب بسن دین چی شد آقا معلم قرآن هم بد بود از قرآن زده شدم یعنی پس اون بیس اون چیزی که فکر میکنیم این خیلی باید مراقب افکارمون باشه و اینا آرام آرام برای ما ارزش میشه ارزش شد یه میشه ناخداگاه ما اون ناخداگاه همون داشته من شماست حالا همه ما بیارم میگه آقا دزدی بعد از فلان بعد از به همان در گفته که میگیم با خداگاهمون ناخ... با خود... زندگی میکنیم اون لحظه که ترمز میگیری خب داد بزنی کیو صدا میکنی بچه کوچیک میگه مامان هیچ از امام رو صدا نمیزنه چون خدای اون منجه اون مامانش این اتفاق باید در ما بیفته اینقدر نیت خوبش بازی کنیم باش اونس داشته باشیم معنوس بشیم که این همه اون نجات میده دو اینکه ما عمل اون اگه نیت غیر خدایی داشته باشه اون چیزی گیرمون نمیاد یا گیرون بیاد خیلی کم گیر میاد خب پس بهتره که ما نیت غیر خود غیر خدا یعنی چی یعنی هر آن که غیر خداست واقع هر چیزی که ممتنش منیت هست ما حتی توجه مردم برای خودمون میخوایم اینو راجع به اینا صحبت کنیم حالا امشب دو ما چاره کاریم باید چیکار کنیم اولا گفتیم کار سختی تشخیص این که این الان ببین مثلا طرف میگه که من یه عالم دینیم من الان حرفو بزنم بر مقابل با نفسم نفسمو تربیت کردم اما از اون طرف وجه دینیم خراب میشه وجه دینیم خراب میشه فردا کسی دیگه این حرفو گوش نمیکنه یعنی به عنوان نقشی که به بلندگو دارم چیکار بکنم ببین اینجا سخت میشه واقع. یعنی مثلا فرض کنید ما, خ... ما اون عالم دینی ما که نیستیم یکی دیگه است بعد ما میبینیم ببینیم که از نگاه یک کسی دیگه یه فرد دیگه الان این بیشتر به نفع دین شده به ضرر دین شد این حرف یه مغز دیگه ببینید شما با مغز خودمون با نفس خودمون نمیتونیم خیلی خوب قضاوت کنیم برای این پس یک از راهکارهای اینه که اساساً افراد دیگر رو بذاریم وسط گفتیم توی این شبای راجع جنود عقل و جهل حتما از این از یکی دارن گوش من شر جنود عقل و جهل رو گوش کن اساخنش چی گفتیم؟, گفتیم که به مشورت کن احکام شرعی خارج از اون نفس ماست امامی حکم بده مثلا در مورد نحوه سلام کردن نشستن پشت شدن انجام بدیم یه مغز دیگری بیرون مغز ما داره برام دستون میگه خب این خیلی خوبه سه انتقاد پذیر بشیم بپذیریم مون تو انتقاد میگه آقا این جامعه مؤمنین نداره این حرفو میزنن گر ما از این حرفتون ناراحت شدیم ما بپذیریم این کار اشتباه بوده بپذیریم آقا من مسئول جمهوری اسلامی ام مردم جمهوری اسلامی عمل کردم انتقاد دارن بپذیرم منتظر عذرخواهی من بپذیرم بعدا همین مردم یه خب آقا مثلا همین اتفاق مشابه برای یه مسئول دیگه افتاد چرا سر این بیشتر داد بیداد کردن سر یکی دیگه کمتر انصاف یه بحث دیگه است این چیز دیگه پس یکی این خب برس کردیم که تصویت العمل اشد دومن العمل تصویه کردن عمل از, نی... از, نیت غیر الهی سختر از خود کار کردن است چون تو جنگ درونی داری به خودت این فیلم که این غربی ها اینا میسازن همین نشون میده خیلی وقتی اینو با باید به جنگ با خودشون برن حفخانه رسته ما هم همینو میگه اون قول نفس مرحله اصلی است جواد اونو بشکنی ادبیات دین هم که همینو میگه والا به جنگ گفتن جهاد اسقر به مبارزه با نفس گفتن جهاد اکبر این طرف اینجا خودشو بشکنه ولو تو جنگ نباشه دلش تو جنگ بشه برای ثواب جنگیدن با امیرالمومنین در رکا امیرالمومنین میدن در رکاب پیامبر میدن خرابش هم نکن نگه داره معمولا ما اعمالمون رو خراب میکنیم داریمش شش ما داریم یه سال هم نگهش داشتیم بعد خرابش میکنیم چرا خرابش میکنیم چون هنوز دم دستمونه شما بعضی میشه مثلا بچه اسباب بازی میخری دیدی مثلا ارزون خوبه مثلا فلان یا هدیه آورده هنوز به سنش نمیرسه بهش نمیدی این هنوز به دردش نمیخوره اینا خرابکاری میکنه قایم میکنی بعدن ما چون عمل دست خودمون خرابش میکنیم بعد ردش کنیم بره دست خودمون یعنی چی یعنی عمل میبینیمش میبینیم حاضر جلو چشمونه اما وقتی میسون این کارو انجام ندادیم یعنی این اون دست اون میگیره میشه چی میشه در بانک نگه داشتن طرف اومده رد شده واسه ثواب نمیشه میختویلر تو زمین کندو گشته اون تو گفت حالا مثلا زدی تو زمین گفت یه نفر میاد مرکبش رو میبنده اصلا فکر نمیکردین داشته رد میشده مثلا چه میدونم دیده چیز افتاده آشخال افتاده سر و با پاش داده همین هم عادی تق بسیار پرد کرده اون طرف براش ثواب نمیشته حالا ممکنه بیان بهش نشون بدن که آقا اگه تونه نمی یه موتوری میخواست بیاد بره روی این سر بخوره بیفته بمیره این اینجوری بشه بعد بچه‌ش اونجوری بشه زنش اونجوری بشه خب نشد که اینکه چه میخواست بشه یه بحث دیگه است میگه بله تو میتونستی جلوی تو بدون که با همچین کار تونستی هم جلوی همش فاجعه رو بگیری دم شما گیر خب خیلی خوبه حالا بعد چیکار کنیم دیشب عرض کردیم گفتیم تمرین فراوان میخواد با یه بار دوبار نیستش بالا فوتبالیست هم ها تمرین کنه اینا که پای میزنن همون اول که مادرشون به دنیا اومدن این کارا که نبودن که مدت ها من یادم مثلا بچه بودیم این کری خونی بود دیگه مثلا چند تا روپایی میتونیم بریم آقا صبح و شب میشدیم تو حیات تمرین کردن درسته کسی که الان مثلا میگه وسترنار نشون میده من بعد فهمیدم اینا فیلم علکیه بعد مسابقاتش رو تو اینترنت دیدم آقا تیراندازی قاعده ای داره مثلا نمیدونم نوک مگه سگ نمیدونم حالا زیر خال سیاه و نمیدونم چی چی اینجوری اصلا بگیرم در راستای دست و چشم میگم اینجوری تیراندازی میکنه اصلا نگاه نمیکنه پشت اصلا این عضوی از بدنش شده تمرین میخواد اینجا ما تمرین کنیم ما عادت کردیم نفسمون رو چاخ کنیم حال کنیم ما خوشمون ذاتا خود اینجا فریده ما کیف میکنیم که ازمون تعریف میکنه این برمیگرده به اون قوه الهی که در وجود ماست برای حفظ جان خودمون منطور دیگه تمرین میشیم تسری دادیمش خرابش کردیم رفته پس این تمرین میخواد طبیعه قبلا مثلا تو هر روز این بودی الان برای شروع میینه هر دو سه روزه یه دونه دست در میره ایبی نداره بعد یه سال بعد میینه خیلی تغییر کرد یعنی سال بعد شما شبای قدر همین صحبته بر نظر مثلا فرض کنید داره یه نفر مثلا در شب شده ببینیم مثلا پارسا فلان شب چی گفته داره اینو گوش میکنه خودش مقایسه میکنه میگه من فرسان نسبت به چقدر فرق کردم و این اتفاق خوبیه حساسیت اونو بریم بالا آیا نفر حساسیتش در مورد حق الناس اینه که مثلا دیگه واقعا دستمون تو جیب یه نفر برداره ببره یه یعنی نفر من گمان بد در مورد این آدم کردم ان کسی رو من نه اسم بسیاری از گمان ها گناه کثیرش هم گناه یعنی اکثریت این گمانه که شما رو به مردم دارید گناه چرا چون من خدا هم شما مثلا خبر هم. شما رو ظاهر قضاوت میکنید بعد برای همین الا نمیشه شما گمان بد در مورد کسی میکنید شما قضاوت میکنید الا که خدا سرتون بیاره چرا چون میخواد بندهشو تربیت کنه این تنبیه ها تربیته ببین خوب گوش کنید شما سوره الرحمن رو بخونید فبعی آلا رب ما تو که زبان هیلی تکرار میکن کدام این نعمت پروردگانتون رو تکذیب میکنید یعنی من دارم در مورد نعمت ها صحبت میکنم بله همش هم نعمت آقا نونم هور و فلان و بهمان و اینا میری تو آیت جهنم حمیم آن نمیدونم چی چی همینجور اسم میبره بعد و بیا لا رب تو گذمان خدای خب دیگه چه جور نعمتی سر به داغ میزه تو حلقش میگه من اینو خوام برگردم به تنظیمات کارخونه پیچش صفر شده صف شده تقه میخواد ضربه میخواد مقصرم خودشه آب ریخته زنگ زده پیچ خودش داره جنسش رو عوض میکن آقا این اگر مثل کرمی بود من یه حرارت عادی هم تو دمای اتاق میده وا میرفت این خوش تبدیل کرده به فلز و معلوم 1500 درجه حرارت میخواد و این جهنم با خودش میبره حرارت خودش با خودش میبره خودو که از نوز بالله نم بیکار که نیستش مگه مز... مزیت کنه مثلا بنده هاشو بیکار مثلا یک بار از دیگر آزاری داره میخواد بغیر ازیت کنه اصلا این نیست اون, اون تنظیمات کارخانه برگشتن و تو خودت بودن اسمش جهنم میخوای اسم دیگرش بزنیم مش... مسئله شما بزنیم x بگیم y اینه داره خودش تو همون آن داره برای خودش داره مال حروم میخوره حق خواهر رو خورده رفته داره خونه میسازه هر خونه که داره میذاره یا آجاری میذاره تو جهنم داره برای خودش آتیش درست میکنه چرا جهنم؟ برای اینکه اساسا روح هم لذتهاش امیختره هم عذابهاش امیختره بار هر مثلا تو خواب شما دید براتون یه جوکی دارن تعریف میکنن چی میخندید خوش خوشگانتون میشه بعد بیدار میشید هنو هنو یه جوکی یادتونه و میگم من چی داشتم میخندیدم چی چیز مزخرفی بود اصلا بی سر و این سرش کجا تهش این چی بود بمشه رقیق لذات اینجا حجاب داره جسم حجاب داره جرم حجاب داره. مثل دستکش های این آهنگر و جوشکار هم دیدید یا نه قشنگ قطعی سرخ باشه این جسم ما این کارو میکنه نمیذاره اون قل... رقت و دریابه تو خواب مثلا شما دیگه جا میپرید چقدر حس عجیب غریبی داری هرچی این جداتر بشین احساسات بسیار رقیق تر میشه مثلا اینو که این تجربه نزدیک به مرگ بلا اسم چقدر درسته چون نزدیک به مرگ نیزه نمورده دیگه خب یه خواب عمیق دارن اینو بگیم بهتره خب اینا مثلا میگن آقا من رنگ رو هستن چرا؟ چون این اندازه داره این چشم اندازه داره چند مگاپیکسل هر چقدر همینه مثل فرض بکن شما قبلا فکر کنید شما قبلا خدمت رو شما عرض بکنم این دوربین های عکاسی بود خب فکر کن یه نفر ندیده بودید خب با این دوربین های عکاسی می‌خواستی قضاوت کنید چه شکلی عکسش قبلا سیاه سفید بود اصلا برمی داشتن با چیز تو روتوش عکسای خود چشوچال درمی آوردن بیرونی که دیده بشه عکس سیاه قدیم حالا فکر کنم آدمی که مثلا اون عکس یوهویی برداری یه یو دونه مثلا فیلم فول اچ دی بهش نشون بدی از یه باغ و بستان و فلان میگه تو بهش دمینه <تصفح> بین دقت کنیم پس اونجا رقیق تو خودت با خودت میبری میگه خدا داره چی میگه میگه این ج... این... اینو که اینجا میذاری روح تو دریافتای خیلی عمیق تری داره چه از پاداش چه از عذاب چه از لذات لذت ها چه از آلام درد ها اینا دیگه تو خودت می‌دونی خب مراقبت جدی میخواد یه باره تصمیم گرفتی نه دیگه ما رمزون تموم شد نه دوباره آگاهی به عواقبش داشته باشیم بیا با اون دنیا جواب پس بدیم این خیلی خوبه نه اثر داره یعنی آدم یادش میفته که چه پوستی قرف آقا خدا دروغ که نمیگه آخر قرآن همش گفتی صدقه الله تا همه هم رو ازت گرفته امضا اثر انگشته هممون با صفای قرانه صدقه تایید کن آی اگری آی اکسپت نرم افزار بزنی بزنید تیکو خب چی آها فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا شرا هم یرا ببین عواقب داره خود با گفتیم که خدا هم شما مم... حواس شما از چی از این بهتر خدا هم دوستمون داره خدا دوست بندش تو بهشت ببینه خدام دنبال بخشیدنه خدا می محرم میاره خدای مارمزون میاره خدای عرفه میاره ها اینجوری میبخشم اونجوری میبخشم کورور کورور میبخشم یه قطره اش بریزی میبخشم علم میکنم خود یعنی چی دوست نداره کسی بره جهنم میخواد همینور با ما صاف بشیم و چه چ... روایت داریم گفتم اول مؤمن تو همین دنیا بلاهایی که سرش میاد برای چیه برای پاکی از گناهانه در حد دیگه ما مثلا اینا دیگه ادبیات دینی ما این خواب یه اون دو نفر نیستا دینمونه بعد این روایت جوندارمونه آخه ما روایت در مورد بوده من آدم خیلی شلم شورباییه یعنی بعضا باید توش اجتهاد صورت بگیری که آقا این با اون در تضاد این تقابل روایی داریم این این اونجوری نیست یا تو شما در حد این که فکر میکنی یه چیزی گم کردی یه استرس میگیری میگه کفاره گنات خوابت میبینی کفاره گناهات خاری در دست و پای مومن نمیره کفاره گناهاش خب ببخش مرحله اینجا بخشیده نشد موقع جون کندن یه حالی بهت میدن اونجا صافش مون بازم برزخ مون روز محشر مون دیگه بره جهنم که خدا میخواد مؤمنین تو هم، تا همین دنیا پاکشن اصلا بعضی موقع ما خودمون تشخیص میدیم که این بلایی که سر به خاطر کدوم کارمونه قشنگ میفهمیم یعنی انقدر خدا حکمت میده به درجات پایین ایمانم میده می ببین این عوض اون بود دل یکی میشکنه همون روزی تو کاسمون میذارن دوستت داره باید خوشحال بشی بگی ممنون همینجا با حساب کردی آقا نمیشه آقا قاعده آفرینشه تو با همه قاعده بهش میری آقا نمیشه من از خیابون رد میشم حالا این ور نگاه نکنم ماشین به من نزنه آقا میشه حالا من پنجم بپرم پایین سقوط نکنم بابا قاعده آفرینش تو با همه قانون جاذبه تونستی اپ لا بری بالا تونستی خونه بسازی تونستی هواپیما بسازی چه میدونه همین چیزا که ساختی جاذبه رو لحاظ کردی آره میشه مثلا آهنه یا مثلا خمیر نرم بشه خب چرا هم خونه میریزه و یه چیز استیبل باشه این قواعد گذاشته خب این قواعد چیه بله اینو که ذاتی که نیستش که خدا اراده کن ازش میگیره یه کار میکنه جاذبه برعکسش میکنه مثالی دارم حالا میذارم یه روزی اومد راجمون جدا حرف بزنم شاید هم همین امشب همینجا ضبط کردیم مثلا بعدا براتون پخش کردم خب اولین مسئله بلند همتی خوب دقت بکنید قلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است مثل یه شاهین که اون بالا داره پرواز میکنه این گنجیشگاه چقدر این برمور میپرن ای این شاخه ای اون شاخه جی جی سر صدا دیوونت شاهین اون بالا مثلا بال بال هم نمیزنه همینجور با ایستاد همت تو اینجا. وقتی تب و سلیغمون بلند و الهی بشه به چیزای پست دل نمیدیم مثلا فکر باید بچه کوچیکی بوده با یه شکولات پشتک وارو برد میزده الانم مثلا بیستری سال شده یا وای به شکولات بهت بشین اون بخصن تو eh. احمد بهش ماشین بخری سویچ ماشین بهش بدی تا اون چیزی اون میخواد دلش آروم بشه چرا همتش بلند شد درخواستش ولو دنیوی تو همین دنیا ماشین کجا شکلات کجا دیگه اینه این همت بلند میخوام یه من اخلصا نیت تنزع عن الدنیه شلون کوم ال امیر المومنه. کسی که عزم خودش خالص کنه نیت خودش خالص کنه از پستی ها از خواستای پس پاکیزه میشه مثلا واقعا دیگه این الفاظ می سر زبانش بابا دو ول کن بابا دو روز دنیا چه ارزش این چیزها رو داره دیدید مثلا دارم قیبت یه غیبتی یه کنم نه میدونه پشت سر تو چی گفت فلان میشه یا ول کن دو روز دنیاست بخوای چی میگه ارزش نداره مثلا خوب گفت فلش کن بابا اصلا مهم نیست اصلا براش مهم نیست چون بزرگ شده خواستش بزرگ شده کسی دیگه به دکتر فکر کرده دیگه اول ابتدایی بهت میدیم بیاداش. اینجوری نیستش من کرومت علیه نفسه و علیه شهبت یه کسی که برای خودش کرامت احترام قائل شد برای خودش خواهش نفسانی در نظرش اهانته میلای گاو و شغال و خره دیدی چجوری بعضی موقع اهل بیت اسم میبرن از این چیزا یا علما اسم میبرن دنیا میگن چراگاه خب جسم من فقط میخواد خب این جسم گوسفند هم جسم داره امیال حیوانی پس برای اینکه این بتونیم این مسئله باید مراقبه داشته باشیم و محاسبه کنیم شروع کنیم بسم الله بینیم چیکار بکنیم دستور عمل معروفی علمای اخلاق دارن چهار بخش مشارته از شرط بستن میاد شرط گذاشتن میاد مراقبه معروفه میدونید چی؟ حالا بازم صحبت میکنیم محاسبه و معاتبه از اتاب اول مشارطه انسان با خودش پیمان بند یه دقیقه سب کن با خود این خیلی اتفاق خوبی همینجور کار دارم که ما خودمون رو با نفسمون یکی نبینیم این جانور جلو خودمون ببینیم قدر نیستش مثلا وفرینه بگیره. تو شخصیتی بشی نمیدونم چی چی این نه ها اما تو یه عقلی داری یه روحی داری که فرهنگش فطریه بر مبنا خلقت یعنی این چیز بدش میاد چیز خوشش میاد نفسی که قیل اینو خواد از این بدش میاد همون شهوات دنیم یه بارو به با اونو با, 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 با زشته خواهد بعض ما دیگه به دلو میفرسن میکنم بعد خودم با خودم فیلم کنم که بابا با زایی است من برم به این آدم چی بگم می‌بینی دون و پست بودن اون هی میگردیم یه جوری درستش کنیم خورده چی بش بدیم ارزش های والا بش بدیم پسرم میخواد بخواد دختره رو بزنه خب بعد زایی است که بگه آقا من تو رو برای چه کاری میخوام اصلا همونا همینا به اون هست. شروع میکنه ادبیاتش در مورد آزادی صحبت میکنه در مورد برابری زن و مرد صحبت میکنه اینا برابری زن و مرد میخواد چیکار میخواد او رو بکشونه بیرون از اون گاردی که هست از اونی که الان پا نمیده بهش مجبور میشه این حرفا بزنه ببینی اینجوریه پس ما این نفس خودمون رو روبرو خودمون ببینیم نفس خودمون رو روبروی خودمون ببینیم بعد با خودمون پیمان میبینیم ما نفسمون میشینیم سر میز مذاکره خب آقا می این خونه چند دونگش مال تو چند دونگش مال به قواعد فسخ خوب بنویس فسخ چند درصد چه جوری تا چند وقت پول نداد بشیم بنویس شرط کنیم که نیت خودمون رو چیکار کنیم سالم داشته باشیم و با ریا و این انگیزه های ناپاک آلوده نکنیم یه تعهدی به خودمون بدیم شرط بذاریم آقا من از رو تعهد میدم تعهد جدی یه تصمیم محکم امام علی علیه السلام یعنی عادت بده نفس که حسن نیه و جمیل المقصد میبینی با حسن نیت و انگیزه های خوب عادت بده تدرک فی ما و با باقی کن نجاح تو تو درخواست چی بشی؟ موفق بشی به نجاح برسی خب. پس ما از آنها باید بشیاد بدیم همش فی... شرط بزنم آو تعهد کنم ببینید کنار دیگه. مردم میخوان ببینن این ببینه اون ببینه حسن ببینه حسین ببینه, ببینه. بزن کنار شهرام برام بزن کنار بشن یه فکر به حال اصلا من لله کار میکنم این خودش جلو خیلی از چیزا میگه وقتی تو به خود تعهد میبندی این این مثل یه گره تو مغز شما میشینه این هر دفعه میخواد یه تعهدی باشه بودا اینم تعهدمون جوریه نه مورد بعدی مراقبه است باید مراقبه از نگه یعنی نگهبانی پیوسته دائم باید نگهبانی داشته باشیم انگیزه های خودمون هی پالایش کنیم هی پایش کنیم وقتی کاری مشغول میشیم هی به موازوت کنیم سلامتی نیت و اون حفظ یادمون نره که عالم محضر خداست در محضر خدا کسی معصیت نمیکنه میگم آقا داره میبینه چقدر این جمله ای که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است رو موثر داره واقعا توی یه جا میشه آو دیگه بشین دست و دماغش نمیکنه طرف دیگه کلاشو یه مدل دیگه نمیخارونه شو تر تمیز وای جلو همه خود خب دعایم خود علم یه علم بن الله یارا آیه قران نمیفهم ما داریم میبینیم خب چرا ما اینو که میدیم خود ما رو میبینه دقت کنید ها پس چرا اثر رو نمیزه؟ یاد اون میره بینید چرا؟ چون این تصور و تفکر نگهبان نداره مراقبه یعنی همین نگهبانه رو بیذاریم امام زمان حاضر حاضر امامی که ظهور نکرده اما حضور که داره که ناظر بر اعمال ماست حاضره داره من میبینه حالا اینکه باز باز پور باز در بیاره دیگه است <applause> نمیگم من کاری ندارم با اون هم چی کسی این خودمون هممون همین منم همینم یادمون میره برای ما دائم نیاز به تذکر داریم فذکر پس تذکر بده پس تذکر پس, پس به یاد بیاره پس بیاد یاد بیاره حالا یه کاری کنیم مراقبت این چی یعنی یه کاری کنیم دائم این تذکرها دور بر ما باشه عین یه جاده ای که ولت نمیکنه 500 متر 500 متر تابلو زده مخصوصا به خطر نزدیک میشه دیدی آقا صد متر تا پایان آقا 50 متر آقا 200 متر دیدی همینجوری میزنه تا پایان جاده ما راقه باش دور برگردون اینجوریه مخصوصا وقتی حادثه ای هست دیگه آدم میارن وسط جاده میذارن بال بال میزنه برات دارن جاده یه رو برات مثلا رو درست میکنن یه نفر میارن شون پرچم قرمز اینجوری تکون دادن اصلا خطرناک ترین اتفاق دیگه تو وسط جاده آدم ببینی یعنی چی یعنی تصادف یعنی چیزی که میشه ازش پرهیز داری آدم میارن با یه پرچم قرمز تکون میده اینجوری یه مراقب مراقب یعنی یه جایی ما به سمت گناه میریم باید خیلی جدی بشه از زمین و زمان گلوله بباره عادت کردیم حالا جاده عادی داریم میرون باش مراقب هم در حد تابلو تو تابلوه رو پارکین خواستی وایستا هر از هی هر از چنگایی سر از صد مراقبه داریم اما یه جایی میشه خطرناک میشه آقا من میدونم میدونم من برم با این دختر تنها باشم یه قصه میشه میدونم من برم تو این شرایط اقتصادی مثلا تو این این جماعت خودم قرار بدم حتما منو به نون حروم میندازن و نرم از اول یه از اول گفتن که هشدارشو دادن که نکنم این کارو راحت میشه میدونه بره تو دایرکت به این دختر به اون دختر اینو بگه اون دختر به پسر اینو بگه با توضیحات مختلف یه خود چی کار نفر راضی نفر به دایرکت خوهر تو تو زن تو ناموس تو بیاد خب نکن این کارو هم چند وقت پیش من توی زن گفتم آقا من دیدم بعضی دارن استفاده با اسم اکانت های ناشناس فکر می بین این بچه ها فتنه میکردن چون گزارشش به من می رسید. من خیلی ناراحت شدم بعد حالا یه مورد بود که منم اون آدم رو فالو کرده بودم بعد خب بعدا مشخص شد چیکاره عجیب غریبی کرد دنبال نگرید چی بوده این آدم ولش کنید مهم نیست دانه معنی بگیرد مرد اقلون اون اصل مطلب بگیر من گفتم آقا اینجوری نمیشه که من کسی نشناسم اون فالو میکنم الان همینجوری شروع کردم شروع کردم مثلا میگم که آ کی هستی تو معرفی کن خودتو این لازمش عکس کارت ملی هم گرفتم از بعضیا خب من به وقت دارم چون خیلی وقت ندارم سخنرانی آماده میکردم خیلی فرصت ندارم یه توییت بزنم بیام بیرون که برم بخونم و اینجور چیزا نه نب... حالا یه روزم هم شد همه رو آنفالو کنم چرا که بعد بشنم اون که از اول میشناسم و فالو کنم اینجوری بهتره خب یه روزی حالا اینجوری ها مثلا دیدم یه بنده خدایی اومد پیام داده آوا من آنفالو نکنی یا من فلانی هم فلانی هم فلانی هم اینجوری بعد خود همین بنده خدا مثلا اومده پیام گذاشته که من عکس پروفایلمو کردم از موقعی که عکس پروفایل هم عوض کردم کلی پیام های دایرکت برام میومده از بین رفته کم شده چرا چون عکس پروفایل مهم بوده یا عکسی گذاشتی مثل شب عروسیت انتظار داری مثلا پسران نرید مگه جمع نکنه معلومه مگه جمع میکنه اون اصلا دست خودش نف... نفسش اینجوری دستور میده تزیین میکنن چیزی گفتم اندیشه های والا بهش میده و... آره برادر مذهبی شروع کنه آیه حدیث خوندن برای هر کس از, از جهت خودش میاد اینو دقت داشته باشیم برای هر کسی از جهت خودش میاد شیطان مدلش اینه شیطان خیلی پدر سوخته است عینه یه پیغمبر سرات مستقیم شناسه میگه لعقودن نه سرات من سرات رو میشناسم برای سر سرات مستقیم بشناسی که نظر کسی بیاد تو میگه نشستم نشیمنگامو زدم زمین لعقودن نه نشستم زمین دروازه‌بانی دارم میگم کسی نیاد ابن عباس یه بذاری آیه معروفی این روایت رو نقل میکنه حالا با آیهش کار نداریم این روایت جمعی میگه تو بنی اسرائیل آبدی بود به اسم برسیسا خب نوشه ندید سال های می مشهور شد بیمارا رو شفا این آدم بنی اسرائیل میبردن این شفا میده. یه روزی یه زنی از اشراف رفت بیشش شیطون وسوسش کرد که تجاوز کنه مخش زد دیگه این مسئله جنسی بین بی بی به یه نفر بخوای خب به شهوت جاه و مقام درش به وجود بیاری بعد شیطون خیلی زحمت بکشه اصلا چند ماه وقت بذاره یشی بابا الان در این برهه حساس کنونی احساس تکلیفات بکنی تو خود الان داری اصلا از تو الان داری به خاطر آخرت خود دنیای مردمو رو ول کردی این مردم خواهد تو بهتر کسی نیست بلده گفتم مثل مثل چیجوی هم یه آدم که حال نصیحته میشینه آره خیلی آره اینجوری بیچاره کرده خب بعد حالا آره چهار نفر آدمم پیدا میکنن شیطین جن میخوان تو گوش شیطین نیست اینا هم دورش شلوغ میکنن آقا تو کسی بهتر اونا دنبال خودشون هم میان رفیقش هم میشه وزیر میشه هم میشم معاون وزیر من میشم مدیر کل از کجا میفهمی بعد اینکه یارو وزیر شد به اینا پست نداد اینا ببینن بهش فوش میدن یا نمیدن <تصفح> از اینجا میشه فهمید دیدیم چه نفر کردن وزیر بعدا دارن بهش فوش میدن شروع میکنه اینجوری شیطان تو وسوسه جنسی اینجوری نیست تو از اصل جنسی ثانیه ها مطرحه یعنی تو شرایط قرار گرفت مخت میشه هرمون هایی توی بدن تزریق میشه ترشو میشه که یعنی حالت مخدری داره خب برای همین اسلام میگه تو این شرایط قرار نگی تو با یه آدم عادی مواجه نیستی یا یعنی مسته اون اتفاقی تو خومین شهر بود کجا بود افتاد خمین بود خومن شهر بود کجا بود یه باقی دختر شیگن رقصیده بودن خب اینا آدمی نبودن که این کارو بکنن الزاما خب اینا بودن چرا قبلا از این کار مثلا به این بلار سر کسی این شکلی نیورده بودن اون دیگه تحریک شده اون لحظه میگه تحریکش کرد تجاوز کرد تجربه گفت خاله میره این برانور میگه وایم آبریزی بر سیسای های آبد چکار کنیم کشتش این هم بردش جنازه رو چیکار کنیم این پسره نبود که تجاوز کرد به دختری اهل افغانستان بود ستایش بود چی بود بعد اسید بریز تیکه تیکش کن ببین به کجا میکشه این از یه شهوت اینجوری شروع شده تو بیابون بردش دفنش کرد زنه فهمیدن مسئله شایع شد و این آقای آبد از موقعیت خودش سرنگون شد حاکم وقت احضارش کرد دیگه به گناهش هم اقرار کرد حکمم صادر شد اعدام تو این لحظه شیطون اومد جلو چش مجسم شد گفت ببین بس واسه من تو رو به این روز انداخت من بلد کارم این چند هزار سال عمر کردم چرا من نمیتونم اعدام کنم یه فوتی داره من بگم تمام. به من سجده کن آزادت میکنم گفت من که نمیتونم سجده کنم جا آویزونم تناب دور گردنمه گفت با اشاره ابروت سجده کن این چه شد تو انقدر بیار پایین من یعنی سجده این کارو کرد بعدونم اونم تنابو دور کشید شیطان هم لایک و نشون داد بای بای <applause> شیطان هر کسو به شیوه میره نمیره بشه یه آبدی بگه که آبی عرق بخور که به عرق خوردن هم میندازش آخر نمیره به آبدی بگه فکر کن بریم نفه آقای برسیسا نظره چی بدم یکی بکشیم تیکه تیکهش کنیم تو بیامون دفنش راه داره قرآن یه خطبات شیطان گامهای شیطان میگه این کلاف شیطان رو نگیریم پدر سوخته اولی رو گرفتی نبجی میکشه میاره تمومی نداره که توی بازی میفتی مثل قماره ته نداره ببین هیچ قماربازی مثلا طرف رفت همون دست اول برد ول نمیکنه بره اینا که میرن گمبلینگ میرن سالونای قمار تو لاس وگاس کسی که اونجا رفته ما تعریف میکرد میگه فلانی اصلا این دستگاهشون انگار یه درست کردن تو اون دست اول یکی دو اول یه دونه پیروز بشی یه دلار دو دلار گیرت بیاد بعد که دونو پاشید دیگه ولت نمیکنه بعد میای میبینی کل پولتو باختی اساسا تو باید کل پولتو ببازی که اونا سود کنن وقتی دارن هستن و دارن سود میکنن یعنی خیلی دارن کل مالشون رو چی میبازن هر از چنگایی هم اون لامه های دو رو علم میکنن تو بوق کرنا میکنن که اینا ببین تو این مدل ببین آقا بانک ها میگم یا پول بذار ها بهتون جایزه میدیم بله جایزه به چند درصد میدن تو به امیدی که همیشه اون باشی یه پولی داری میذاری پس برای بانک آوردهی که از سپردهای مردم هست خیلی بیشتره اون شاید مثلا یک صدم آوردهای مردم رو داره جایزه میده و برش میصرفه دیگه یعنی احتمال پیروزی تو بسیار پایینه اما همیشه میگه چرا من نه چرا من نه چرا من نه؟ این روش. حرام هم هستش دیگه این مدلی که شما بانکار نمیگه اینجور مدلی که بره. این که قمار کنی برای این قمار دارم از من حالت بانکار هم. من این بحث شرعی داره اینقدر راحت راجع بانکار حرف نزنیم ما بحث شرعی داره عالم داره و او بعد نظر بده بعضی کاسه دختر از آش هم نشه عالمش گفت مخلص شما نه گفت این شرعی ایرادی نداره بعد که کاسه دختر از آش نشه ما از مرجع تقلید نیستیم که ما مقلدیم سوادشو نداریم تو احکام تقلید میکنیم خب آبد بنی اسرائیل از راه عبادتش به گناه گرفتار شد زنه رفته یه دعایی بگیره شش. قارون به چی؟ علم و مدیریتش چی گفت؟ گفت علا علم من عندی گفت من مایدار شدم با این علمی نزد خودمه چی شد؟ شد دشمن نبی خدا به اون شکلم رفت زیر زمین بلعم با اورا چی؟ با داشتن اسم اعظم به سراغ حد... حوثاش رفت آتیناه و آیاتنا فنسل منها آی قرآن ببین برای هر کسی یه جوری رفت سامریو چی؟ به علم و هنر هنرهای تجسمی خودش چیز شد مغرور شد بسر تو به ما علم یب سرو به میرینی من بلدم مجسمه سازی بلدم هنرهای تجسمی بلدم هنرمندم همین الان همه همینجور آخوندمون و عالممون اونجوری داره میزنه زمین استاد دانشگاهمون اونجوری میزنه زمین آبدمون همینجوری میزنه هنرمندمون همینجوری میزنه زمین هم میبینی چیز عوض نشده یکی به مال ثروتش مقرون میشه فلما آتاهم من فضله بخلوبه ما بهش دادیم از فضلمون هم دادیم بخیل شدن ای یکی به بچه هاش به پسرش مینازه به فرزندانش مینازه و بنین شهودا ببینی از هر کسی بچه امان از این بچه محبت داره از زن و شوهر خطرناک داره زن میتونی طلاق بده از شوهر میتونی تلاق بگیری بچه هیچ کار نمیتونی بکن ببین زبیرها زده زمین من از این مسئولین ما هستم بچهشون بچه‌شون چیکارشون می‌کنم آبرویی که تو بری سالها جمع بکنی فاتحه تو میخونه هی hey, بیا بگویم بچه من نیست با طرف مرده بچه اومده به پیغمبر رو نمیم چی شوخی میکنه یه حرفایی میزنه بر باباش فش میخره خب یعنی چی؟ من کلیپو که دیدم خب چون خودم کلیپم خیلی تختیر میکنن هیچ وقت قضاوت نمیکن قضاوتی نکن اصلا کاری ندارم تو چه فضای گفته شده فضای شوخیه با اینش کار نشتم من با یه چیزی مشکل دارم چون هیچ فرقی نمیکنه محمد خدیجه خدیجه محمد در مورد بقال سر کوچتون که حرف نمیزنی که تو اگه بابای تو رو همجه بگیم رفت سنجانی که شاکی میشید که یه مدت توی زمانی که این شهرداری دست شما بود میگفتی شهیدای اول سر کوچه رو برداریم اسم کوچکتر طولانی میشه خوب نمیتونن سری بخونن خورده اینا میلی ثانیه بالاخره تاثیر داره اون شهید وردونی مثلا رضایی نه شهید مثلا رضایی نه رضایی یه یا خواصش اونجا تصادف نشه خوشید دو... از اون سر نیایش به این سادگی راحت بود آیت الله هاشمی رفسنجه آیت الله شما ورد هاشمی شما بر... رفسنجه میفهمین چی چرا اینجوری نمیکنین با به خاطر همین پیامبر گرامی اسلام و به خاطر همین به خاطر اهل بیت بود مردم حکومت دادن از شما و یا نه ابوی شما که خودش میگه که زمانی که ازدواج کرد پول نداشت زن بگیره این با با پسته مال بعد اون موقع است مال آیه سید ابو فضل تولیت و سرمایه گذاری او و اینا رو خب بالاخره ما خبر داریم شما هم خبر دارید پول نداشت ازدواج کنه یه بار پسته رو یه بار پسر نسیه از یکی از همولایتشون خریدن برد نقد فروخ باش ازدواج کرد قسط قسط پخش کرد باش پولش با پولش از کجا بود پول پاکت منبر و نمیدونم فلان و این چیزا حالا آروم آروم بابای کم کمک کنه برام کمک کنه اینطوری میگه خودشون میگه آیه هاشمی هم طور میگه انقلاب نبود که این اتفاقا میافتاد بوز نمیدادن به چرونت شما بوز انقلاب چرا شد به خاطر اهل بیت خدا خدا تو انقلاب مهدی از عزت خمینی محافظت مردم دنبال دنبال دست ساری و جاری شدن دستورات اهل بیت بودن لازم تختی نکنید کامل بخشه اینقدر مرد باشید اخا دفعه قبل ما همونجا صحبت کردم راجع به لیله تول نبی 14 سنش بخشه خیلی ها. مالا فوش دادن اینا نمیدونم اون دونه چی جواب بدید بعد من تو مشهد کامل راجع به صحبت کردم راجع به لیله تول نظرم گفتم چی یعنی فقط نظر من نبود قبل ما خیلی از روحانیون دیگه هم یه حرفا زده بودن که چند موردش من خودم جمع بری کردم حالا یه روزی نمیخوام الان تو فضای مقابله جواب بدم به وقتش راجعه می توضیح میخوام که تو فضای علمی بررسی بشه بچه بیچاره میکن آدم بچه بپایید محبت اضافه نکنی که نه از مار اغده بارش بیار نه از محبت آقا شما اصلا داره بیتو نشون میده خب میبینی جلو داربستا چند تا از این مسئول با یه جغله بچه نشسته اون با. اون چی اونجا اون بچه او بچه دیگه کاری تو نه با اونش کار ندارم این بچه بچگی یاد میگیره که چی من از یه جا دیگه باید برم یه در دیگه میرم مردم اون طرف له لورده من اینور جا خوب علم فسخر فسخر کرد نقشه بالحجر تثبیت میشه تو اینه شخصیت چک میره و چه میشه میشه آغازاده همینجوری میشه آغاز بچه که برداشتی بردی, بردی محل کارت از در دربون اونجا آبدارچی اینجا فلان شروع کردن عرض ارادت کردن یاد میگیره همه نوکر بابا من چندی میگه میگه این نوکر باباته ها؟ الا که اون بچه رو اون هویتش رو بسازی اون شخصیتش درست شکل بگیره بعد ببریش بچه رو خاضع متواضع بار بیاری می بی نکنه کسیه نهاد متوجه باشیم از طرف زن و بچه آدم می زن نزن. یه دی دیگه به حکومت علی سلی ملک و مصر آیا همین این ملک مس این اینجا این مال توهم زده بابا کسی مالکیتی نداره بیا پایین با بعضی ها این صندلی که بهشون داده شده رو فکر میکنه ملک ملک, ملک تلق باباشونه به قرآن قسم ول نمیکنه لا بابا خودت برو کنار لازم نیست که بعضی چیزا حتما بهت بگن که زشت بزرگتری احترامتون نگه میدارن شعنیتی داری ول کن پاشو برو خودت اعلام کن اعلام کن به خدا بالاتری سریای تو از خداشونو پاشی بری نمیشه چون هم تو رو بذارن کنار تو فهم امروز جامعه ما یعنی اینکه خطایی کرده این دیگه به درد نمیخوره اعلام کن بگو آقا من پیر شدم میخوام برم به زندگیم برسم به آخرتم برسم میخوام برم کار بکنم به نو نتیجه هم برسم خودت برو کنار چرا هزینه کنار رفتن خودتو بینوزی گردن یکی دیگه طرف آلزایمر گفته 6 نفر رو بهش توضیح بدن که فقط تو این جلسه این اینو گفته اینو این گفته انگار 6 تا مغز باید همراه چکش کنن که مثلا این بگه آقا الان این خب خب الان اینو باید بگم آره همین باید بگی توسط همون هم داره مدیریت میشه خب بس برو علی سلی ملک مصر این کرسی این صندلی مال من نامولتونی اگه قرار بود برای کسی بمونه به تو نمیرسید قبلی ولش نمیکرد این خیلی بده که با مرگ بعضی از این چیزها هم. این خیلی بده با مرگ با شما بمیره خود برو کنار یه دیو تجهیزات و تکنولوژی و برج و باروش میدوختن میگه قرآن فرد جاب و سخرا بلواد آقا رفتم سخرا رو کنده بودن تا کی میتونه ما حمله کنه و فرعون ذل اوتاد ستونهایی ای رو اینجوری بلند آبلیسکا رو بلن میگفتن دیگه آبلیسکای ای رو اینا ساختن رو به آسمون گفت آقای تکنولوژی مهم اون نبود که یه سنگی رو علم کردی که مهم تکنولوژی ساختن بود که یه سنگ یک دیگه پنجاه متری میتونی در بیاری خیلی سخت بوده ببین من چه نیروی انسانی دارم چه تجهیزاتی دارم که این کار مگه همین الان نمیدونم برج ساختمون نمیسازن مثلا آقا نیویورک و امارات و به برجاش میشتن اینه دیگه تنحتون من الجبال بیوتها آقا دیگه مثلا میگه مثل کوه سخت باش مثل کوه سفت و محکم میگه برا بابا سوراخ کرده بودن خونه هاشون من الجبال بیوتا خونه درست کردن چه خوشگلی همین اردن برید ببینید تو این منطقه گردشگری معروفش این آقا چطور اونجا رو برداشتن الان اخ، اخیرا اراجیفی دارم میگن یه مستندی ساخته شده که نمیدونم قبل اونجا بوده و بعدا نمیدونم جابجا شده بعضی زیاد دارم میپرسن این چرت و پرت محض ما نشستیم دو تا جلسه خدا شاده 4 5 ساعته فقط از این ایراد بیرون میومد. که دوستان اصرار داشتن گفتن خود تو بیا سخنرانی کن من گفتم نه شما برید بگید کم کنیم از اون اس نمیدن بگن خیلی راد داشت چی بود اسم اون منطقه پترا آ احسن پترا می نگاه میکنم یه تو کوه کندن فلان کنده کار کردن کوش کجا موندن شیطون برای هر کسی میگه تویی که این ها رو کندی مثلا تویی که اینجوری بچه تو اینجوری هن تویی که این علم داری توی این همون توهم شیطان سراغ هر کدومو به یه مدلی میدین باید مراقب باشیم و اگه نه حتما کل پایین اصلا هیچ شوخی خدا با هیچ کسی نداریم خب مورد بعدی محاسب است پس اولی چی بود؟ مشارطه کردیم بعد مراقبه اولی تعهد بستیم بعد مراقبت کردیم سنسور فعال گذاشتیم دوزگیر گذاشتیم هی hey, دائم یادآوری تذکر تذکر تابلوی تو خیابون الان محاسب است آقا پایان هر روزی قبل خواب آقا هر روز هر کاسبی آخر روز میخواهم دخلش رو حساب کتاب باز میکنه پول دروش جمع می‌کنه یه جا پولا رو پشت سر هم می‌چینه 50 10000 تومانی 5000 تومانی 2000 تومانی 1000 تومانی بعد شروع می‌کنه میشموره بعد نگاه می‌کنه انبارداری می‌کنه میگه از کدوم‌ها کم شد یا وقت تموم نشده بشه بره قشنگ همه کاسه با این کارو می‌کنن قرآن میگه هر روز شما می‌میری می‌خوابید می‌میرید همون لفظ فوت استفاده می‌کنه برای خواب خب کجا مردم سر سرمون گوشی مردیم می بلند نشیم بیان محاسبه کن حالا یه نفر هر بار بعد از نمازش محاسبه میکنه روزی پنج بار روزی پنج بار دخل رو چک میکنه شاگردم نمیتونه چیز بلند کنه دوربین گذاشته رو دخلش آه طرف دوش کنه اینجا میدید مغازه دستی که میدید با بیا با گوشی من اینجا نم. بعد و گوشی هم داده دست زنش یه دونه از این چیزها از این دست داده دست خانومش این شاگرد دست میکرد تو دماغش این زنگ میزد بهش میکرد ببین شاگرد انگوش یه دو دماغش <تص> نمیذاره تکم بخوره دور بینی محاسبه یعنی با دقت و جدیت نیت های خودمون رو وارسی کنیم بگیم اینجا من با چه نیتم چی بود گول نزن قشنگ رجوع کن رجوع کن. آه پیدا کن اگه شایسته و مطابق با رضایت الهی بودیم خوشحال بشیم اگه نبودیم مرحله بعد میگم ما چیکار کنیم و ناراحت بشیم باید تنبیه بشه اون میگم تو رو باید میفهمون پیامبر بر عهده شخص عاقل حالا کسی که اینجوری عاقل نیست که اگر ضعیف و ناتوان نباشد مشکل نخواستی نداشته باشه بیچارگی بدبختی برای او ساعاتی باشد ساعت نه یه ساعت لحظاتی داشته باشه تو عمر خودش ساعاتی که در آن با رب خود مناجات کنند حتما یه مؤمن در طول روز یه نیازی به مکالمه با خدا داره که ما معمولا خلاصش میکنیم به همین چی نماز خوب این ادامه دار باشی تو اونوت نماز بعد نماز با زبون مادری خودت راحت جون نشستی با خدا حرف بزنیم خدا اینجوری شده هست من نمیخواستم اصلا بعد دستم درف نورد شدم اصلا بانشت والا پشت تو که میدونی چه لحظه که بخواییم خالی بندیم جا تو که نفتیم خالی ببندیم با خدا حرف بزنیم از اول مونا دو ساعتی را در نفس خود محاسبه نمای این کار یه نیتم چی بود حساب کتاب حاسبو قبل انتو تو به حسابتون برسید قبل که به حسابتون برسن اونا حساب رسایی داره اصلا اسمشون حاسبه دیگه میدونی حاسبه این حساب کتاب میکنه دو دونه دونه داره همچی بالا پای میکنه خط میزنه اضافه میکنه جمع میکنه مول و از کارشون هم نمیده امکان خطا ندارن لای اصون همه چی رو مسقال ذره چه خیرن چه شرن بیکارن دیگه فقط همین ساخته شدن برای همین عین هوش مصنوعی نه احساسات درشون دخیل نه هورمون توشون داخله نه گریه زاری تو داخله نه زج زدن قسم از حضرت عباس دادن اصلا کار خودشون میکنن سیستم محاسبات کل جهنم خدا با 19 تا فرشته میچرخونه میخواد تحقیر کنه جهنم یارو علیه تسع عشر با 19 تا کلا کل جهنمو داره میشه اون که من میکنه تو دیگ در میاره اون اینم چه نه سیستم درست کرده و میدی ساعاتی را که در مورد احسانهایی که حق تعالی به اون نموده است تفکر کنم مناجات چیز دیگه بودا موضوع خدا حرف میزنه اینجا فکر میکنیم که چه لطفی خدا با من کرد اگه اینجا این مسئله پخش میشد که آبرو بر من نمید. اگه اینجا وای یه دقیقه زودتر رسیده بود یه دقیقه دیرتر رفته بودم خدا شویا آقا اینجا یه میلیمتر این ورتر افتاده بود بعض موقع شما تصادفی رو رد میکنید چیزی تو نشده یادش میفتید میلرزید از ترس میگید اصلا چه ریسک بالایی داشت این کار بعد این نعمات خدا رو یادآوری کن چهار ساعتی که در آن با بهره های نفسانی حلال خود خلوت کند که همانا این قسمت کمکی با برای ساعات و استراحت و تفریح و فارغ نمودن برای قلب یعنی ببین دین ما دین خشک نیست اصلا این مومن به شوخ بودن عروفه اون تو ناس نداره اگه سر کله هم دیگه میزنم دیگه حلال میکنن یعنی بعد جنبه داشته باشن دیگه مومنین بعد جنبه داشته باشن شوخه میکنن حالا معمولا هست بعضی مثلا ببینید تو جمعی همه میگن میخندن یکیشون کلا آقا حلال نمیکنم آقا حلال نمیکنم آقا بابا دیگه برو بیرون اینجا خب چرا بازی رو خراب میکنی بگن بخند حالا توهین نکنن به هم دیگه اما بگن بخند خیلی میشه به خدا آدم خنده حلال داشته باشه میشه صبح تا شب خندید میشه حس خوب داشت مونتا دیگه اینجوری نشه دیگه مثلا دیدید بعضی بیکار میشه خب اما, با... اما باید بخندیم خب اما باید بخندیم بیکار شدیم یه چرت و بگیم بخندیم این بده سراغ هم میاد اینا قران آیه داره میفرماد یا ای الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعمل ای الا ای اهل ایمان یا ای لازم، آی مؤمنین خدا ترس شوید اتقوا و هر نفسی نیک بنگرد ولتنظر نظاره کنه تا چه عملی برای فردا قیامت خود پیش میفرستد لغد فردا دیگه یعنی فردا می من چی داری میفرستی بشین با خودش حساب کن و تق الله از خدا بترسید چون او به همه کردارتون به خوبی آگاه ان الله خبیر به ما تعمل جنسش که رفتی زی... چه درار بستی یه کاری کردی زیر پتو یه کاری کردی این طرف اون طرف ندید که من خبر دارم ان حتما به راستی پس چی مهم نکتهش این بود این محاسبه نفس بل تنظر نفس اون ما قدمت لقد واقعا بر فردام چی داره میفرسه میگه همین الان من سرم گذاشتم مردم چی دارم اونور بر بیدو تو چارتا کنیم وقت نگاه کنیم چقدر دست خالی این وظایفمون انجام دادیم بعد باعت... مثلا اینه کسیه که کمربندش بسته رانندگی کرده چرا قرمز رد نه که انتظار داره پاداش بگیره چرا پاداش بگیره این؟ اینا کمربند نبنده چرا قرمز رد کنه باباشو من جلو چشش اما قرار نیستش که از فردا مثلا پلیس بگه آ راننده هایی که کمر میبندن نفر 50 تومان بیان جلو در راهنمایی آقا اونایی که چرا قرمز رد نکرده بودن شماره پلاکاش رو ما برداشتیم به کارت به حساب یارانشون این ما نفر صد تومان جایزه کجا دنیا هم چیزی آخه عقل تو میپزی که خدا اینجوری تا کنه باد تو خود با ملت اینجوری تا میکنه که باید کار تا کنه وظیفه‌شو انجام داده مرد گنده بچه کوچیک آره میخواد تشویقش کنی تربیت اونور ادامه داره اون, تر... اون, دنیا ما خیلی آموختن هامون ادامه داره پیامبر میفرماد یا علی تو فضایلی داری که من نمیتونم بگم گفتم میگم به چه درد بخوره نعوذ بالله میگه بگم،, بگم کافر میشن اینا هم نفرموده چه بس اینا همون هست که سلمان میدونست که اگه ابوذر میدونست میکشتش کافر میشن مردم کی پس این رو بدونیم بعد ظهور اون دنیا دل خوش میکنیم به اون اندازه که خودمون یه فهمی داریم افضایی امام کاظم علیه السلام لیسم انا اما نیست یه تموم شد همین بس دیگه لیس منو از ما نیست الله اللهم اجعل محیا, و محیا و محمد و آل محمد و ممات ممات محمد و آل این دعا میکنیم که از سلمان من اهل خوش ما قوم سلمانی میگه لیس منو کی من لم یحاسب نفسه فی کل یوم هر روز محاسبه نفس داشت باشه هر روز بدون فن فن عمل خیر است تزاد الله و الله من و حمد و حمد الله و اگر دید خیر خب خدا زیادش بکنه خدمت شما عرض بکنم توفیق بیشتر بخواد که اونو بهش بده میگه خب خدای خوب بود خدا تو بهم اینو دادی یا مال من نیست اینو با بال خوش بین رفته ها یاد نره خب تو بهم دادی دمت هم گرم خب بیشترش هم بده ازت هم برمیاد خود من دوست دارم این چیزرم این سبب بشم این کار رو انجام بدم به تو تو دیدم از این کارا خوشت میاد از کجا فهمیدی من خوشم میاد خود گفتین الله یحبو ما فقط میگیم از ان الله چی دوست داریم ان الله توابین خود ما یه گناه کنیم توبه کنیم تو بخش او این همه محسنی نمیدونم هم چی 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 این طرف و این عمل شیء شر استغفر الله و توب علی اگرم یه کرده آمرزش آره والله اگه قرار نبود که ما گناه کنیم پس چرا صفتش غفاره خدا میدونه چی آفریده جایز الخطا نیست ممکن الخطا میزنه ازش سر میزنه میدونه چی آفریده چی توفه آفریده خدا اما دیگه این اندازه داره دیگه پر نه دیگه مثلا این نفر یه نفر مثلا دیگه صبح اومده دیر اومده سرکار چی شد آ اومده؟ خواب موندم باری کلا بیار کار تو میگی باری کلا چرا؟ خب تشویق کنی که دروغ نگفت خب بعد فکر کنی فردا هر روز دیگه دیر بیاد چی شده خواب موندم یه رو خوابالوه کلا خب این بیرون دیگه این پروه مورد چهارم معاتبه با عین ته دو نقطه به یه نقطه ها آره از اتاب میاد اگه از این سه مرحله نتیجه گرفته نشد و انگیزه غیر خدای هنوزم موند به جای نیت الهی رو گرفتن چارو میشه به متوسل میشه اونم چی اطاب و سرزنش و تنبیه نفسه براش تعیین مجازات میکنی از طریق چی نظر یا تعهد شرعی من این کار نکردم نظر میکنم این کار کنم دیدی بعضی مثلا روزه میاد آقا روزه بیا بیا با خور یه نه نظری نه یه مجازاتی برای خودش میذاره مثلا که روزه انفاق من اگه این کار کردم مثلا چیز ببخشیم انفاق انفاق کنم صدقه بدم گرسنه ای رو سیر کنم نه این کار کردم روزه بگیرم این کار کردم کمتر بخوابم روزه هشت ساعت میخوابه ده دوازده ساعت میخوان توی کرونا که دیگه بعضی شکم میخواب پاره کردن خب جای نمی نشستن تو خونه خوابن بعد آقا فردا این ساعت بیدار میشم تا شام نمیخوام تا بفهم چون بعضیا نفس میخواد حالشو بگیری بعد ببینه اوه اون موقع خود نفس همراه میشه میگه چه کاری من نه گوشنگی دوست دارم نه بیخوابی دوست دارم نه این کار انجام میشه. مثلا شاید رجایی میگه نه نمازش سر وقت نمیخون یه روزه یه روز روزه گذاشته بود بهش میگفتن بابا اول وجود بعدا سجود از این حرفای چرت و پرت درست کردن بعد میگفتش که بابا من دقیقا به خاطر وجوده اول سجود میکنه چرا که خب من یعنی نماز رو نخونم فردا باید گشنگی بکشم نمیخوام فردا گشنگی بکشم یعنی هم اول وجودم وجود رو زد ولی این کار قشنگ چیزم هست نسخه جمعی نمیشه پیچید هر کس برای خودش من یه بار دیگه مثلا دستم در رفت مثلا تکبر کردم من نیت کردم مثلا جوابم اینه که برم دست و پای همون آدم ببوسم برم که آدمی شدیدا رو مخمه از ادب و خاکساری و احترام کنم تا آره حالش جوابی از این نکن خب مورد بعدی اونم چیه؟ انقدر بین مورد اول و دوم سوم فاصله افتاده این وسط یه جلسه شده خودش مورد سوم توجه به زشتی ها و پیامدهای های نیت ناخالص قرآن می من کان یورید الحیات الدنیا هر کی این حیات این دنیا رو میخواد و زینت ها زینت هاش میخواد نوفه علیهم می هم بهش اعمال هم فی ها و هم فی ها لا یبخصون کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخوان اعمالشان را در همین دونه متر کامل با آنها میده و چیزی کم و کاست از آنها نخواهد شد یعنی که میگه بعضی بعضیا برای چی بس اینجوری هیچ کارشون نداره اصلا با آخرت دیگه باشون حساب نمیکنه همین دنیا بهش حال و اساسی میده این این آدم هیچ چی حواله آخرت فرستاده نمیشه در مورد مؤمنین کاملا برعکسه اکثریتش میره آخرت چون اون ور لازم داری الان نمیفهمی مثلا مثال بچه رو بزنم بچه هست میگه پول من همش شکلات بخرم باش میگه نه نگه داشتم برات سری زنت بدم بزرگ شد آمپرش زد بالا میگه شکلات چیه من عینا میخوام <applause> بابا میگه بیا پول گذاشتم برات برو حالش رو ببر اما حالا فکر کن برایش جمع نکرم برو برو شکلات بمک <applause> اینجوری میشه در روایت داریم فتق الله پس تقوا و بر ریا از ریا اجتماع کن چرا؟ چون ریاکار را روز قیامت به چهار نام میخواند یعنی اگه اسمار صدا کردن با ریاکار هم هستن یا کافر یا فاجر گناهکار یا قادر پدر سوخته هیله کننده روباه یا خاسر زیانکار هیچ چی بلد نبود کافر به خدا بودی دنبال آدم های دیگه میگشتی نقشه بودی روباه بودی یه جور نقشه میکشتی چشم مردم دیده بشی گناه میکردی و خاک تو سرت هیچ چی نمون برو نمون عملت نابود شد پاداشت از بین رفت امروز نجات نخواهی یافت و پاداشت را پاداشت را میخوای از کسی که برای او عمل کردی برو بگیر برو می‌خواد آقا ایکس و ایگرگ تو رو ببینن برو نشون بده پیدا میکنن مورد آخرم و عرضم تمام اینکه مطالعه در حالات پاکان و مخلص آقا این آدمای خوب و ما کتاباشون میشین بخون همین الان من دارم حدیث سر و چه مستندی درست کردن این علما قاضی مرحوم قاضی مرحوم کی کی اینا رو دارن معرفی میکنن حالاتشون شما همین زندگی نامه امامی توجه روش بکنید چه جوری یه میتونه مثلا برنامه یک برنامه تنظیم شده است کیا صهیونیست داره که مولا درز کارشون نمیره توی برنامه اینطور بریزه و کدوم دانشگاه دولوم سیاسی درس خونده کدوم دانشگاه سواد رسانه رفته درس خونده نمیدونم عملیات روانی رفته خونده کدوم امنیت ملی اینا پدافند نمیدونم فلان احمق اینا به قران قسم دنبال مدرک پدرک میگردن یه نفر 50 60 سال عمرش رو گذاشته کجا روی خالص کردن خودش خالص که شد قلب میشه آینه الهی یا امیر المومنین تو اون جا که خوابیده بود جای پیامبر خوابید خوابید فکر کن یک درصد مثلا فرداش با این نفر با این نفر کار قرارداد کاری مهم داریم شب تا صبح خواب نمیبره چیکه رو گره میخوره شب کنکور طرف باید راحت استراحت کنه خوابش نمیبره استرس داره نه خب cool. امام دیدی به بر میگرده می چه استی داری؟ هر لحظه او پیمار تو عوام خواهم بزن میدونی که جزا برنامه بوده هیچی کاری نداره ما چی شد چی شده مگه خبر مرگی پسر تو مصطفی رو خیلی دوستش مصطفی عالم بود ساواک تو اصلا ساواک کسی از مصطفی خیلی میترسید سوابق میگفت این مسیر شده ما میده احتمال بسیار زیادم به شهادت رسوندنش مسمومش کردن خبر که رسوندن انگوش کش رو زمین گفت پاشید وقت نماز آقا بخواد ادان در بیاری خدا اونجا گریه آلا بکنه مگه مردم میگن بده مثلا این چقدر آدم بچه دوستیه مثلا فلان محبت رو چی بود اینجا فشار دادی رو فرش زمینو. گفتیم یه نقطه محبت کندم حالا دوست نداشت میام خیلی پس سید مصطفی دوست داشت دل. بریم اینا رو مطالعه کنیم این آدم های آقا قاسم چجور زندگی که قاسم که دنبال دیده شدن نبود که حاج قاسم و رسانه های آمریکایی به ما معرفی کردن تعارف که نداریم که نیویورک تایمز و چی چی بود نیوز ویک بود چی بود اکس حاج قاسم رو زد کنار اموسام اونا شروع کردن اونا گفتن آقا ایران یک فرماندهی ای دارد مخوف نمیدونم علم میکند بل میکنن. اول ماهواره فارسی زبان بعد اونا شروع کردن تعریف کردن حرف زدن اولش فوش میخورد چه چه میدونست نیرو قدس فهمدش که مردم کجا به خود اگه زیر پنج سال پیش قبل پنج شیش سال عموم مردم ها. یعنی بالای نوود خوردی در ما اصلا میدونستن نیرو قدس چیکار میکنه نوود در سطح مردم اگه میدونستن اصلا سبا نیروی قدس داره یک عمر تو جنگ بگذار بعدش شد مسئول مقابله و اشرار تو جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان و چه؟ عمری اونجا گذاشت دنبال نه دیده بشه از غذا کارشون بابا ایجاب میکرد دیده نشه کار امنیتی شهده اول مدافعه مدافع حرم همه رو میپیچوندن <تصفح> نمیگفتن شهید شده یا میبردن میوردن دفت میکردن اون شهده اول دفاع از حرم خیلی مظلومه اجر عظیم میبرن پیش خدا دیگه اینجوری باید بشه شکی میوردن دفع میکنن کسی متوجه نشه از طریق رسانه های اونوری شد آقا ایران اینجا حضور دارد ایران حضور ما گفتیم حضور مستشاری داریم فقط دو نفر فرستیدی مشورت بدن <تصحیح> آقا اینا رزمنده هم دارن دارن میجنگن به حضرت عباس <تصحیح> <تصحیح> هی <خبه> اونا اصرار از ما انکار از آخر دیگه بله خواه هستش یه دیم رزمنده فرستیدیم بعد تعداد اونها خیلی کمتر بوده از من دایما دا بعد اینجوری شو با همین از قاسم چه جوری زندگی نه ازش معصومه 15 هم بسازید اشتباه این اونطور که بوده آج قاسم عصبانی میشد چهار تا چیز حرفم بار کسی میکرده من مطلع دارم به تو میگم آها فکر نکنید من, من با رفقاش با همکاراش جلسه داشتم نشستیم داشتم پرسیدم گفتم آره عصبانی شد یهو مثلا قندون و پرتیا سرت فلان اما سر چی بود سر یه کار اشتباهی که تو سوریه صورت گرفته بود خیلی مثلا ضربه زده بود و. حالا یه جنب نظر به کلش که حالا زده مثلا بغل دیوار خب حالا عصبانی میشد بله داده بدم سر کسی میکردن اما یه نکته جالب در مورد همشون میگن بچه‌ها هم میگفتن گفتن آقا تا همون روز نشده زنگ میزد دل طرف در به بهانه این زنگ میزد خب آقا این کارا اینجا بردی اونجا تحویل دادی یا نه خب خوبی خودت دیگه الحمدلله زنگ زدم کشی <applause> خب یه شهید اینجوری بشه شهید جهانی بشه تو کل دنیا یه کاری کرده دیگه خب این سیره آدمای مخلص بریم همینا رو بروخ. اون شهید حجری چه جوری بوده اینا رو تلویزیون رو فیلماشون رو بسازه واقعی بسازه اما در مورد شهید باکری فیلم ساخته شده برای دیالا خب مردم خوششون اومده چرا مثلا خلقت مختلفشون نشون چه حمید باکری چه مهدی باکری داره نشون میده واقع بینانه اینا شهدار از دسترس مردم خارج نکنیم دور بشن و نه این اصلا زول مگه میشده مثلا شهید فلانی هم مثلا مگه نیستی که از این شهده مدافع حرمه نشسته خاطراتش این چیزاشو تعریف میکنه بعد میگه که ببین من بعد شهادتم اینا رو پخش کنه که مردم باورشون بشه اینجوری آدم‌ها شهید میشن نه اخه اشتباه نکن خب ممنون از اینکه این, این شب ما رو تحمل کردید شبیه مجری حرف زدم امیدوارم مفید و فایده بوده باشه دعا کنیم برای همدیگه خواهش میکنم عاجزانه اگر فکر میکنید بنده حقی گردنتون دارم من خودم هم چیز باوری ندارم یا شما هم فکر میکنید در عوضش برای دعا کن دعا کنید خدا, ما رو عامل به این حرفا قرار بده دعا بکنید خالصانه باشه نیتمون لله باشه دعا بکنید که جز برای خوشنودی خدا اون کسی هدف قرار ندیم و دعا کنید که خداوند مریم اونو شهادت قرار بده چه هر جور آدم حساب میکنه دوست چارتا میکنه میبینه آقا باید شهید بشیم و اینا میمیریم بل أحيانا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك توعا وتمتعه فيها طويلا ارحمنا يا أرحم الراحمين بظهور الحجة بحق محمد وآله الطاهر